علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه میشه. آقای صدزاده، با توجه به چیزی که از رفتار اطلاعاتی اسرائیل میدونیم، بسیار محتمله که به دنبال رهبران ارشد حماس در کشورهای مختلف باشه برای ترورشون، و اینکه حالا نتانیاهو قول داده اینطور که گزارش شده بر اساس اینه که فقط در خاک قطر این اقدام انجام نشه، فکر میکنین که آیا موجی از ترور اونها در کشورهای مختلفی که رفت آمد دارن در راه خواهد بود؟ بعضی ها حدس میزنن که این اصلا قطعی خواهد بود. آقای کوهن، رئیس سابق موساد، گفتش که ما حتما باید وارد عمل باشیم. در موساد یک بخشی هست که کارش همینه، در حدود 3000 کارمند میگن دارن، یعنی کسانی که بخش عملیات ویژه هست، و اینها در گذشته کارهایی کردن که نشون میده که امکاناتی هم دارن، البته اشتباهات زیادی هم کردن. مثلا من این در برنامه شما یک بار اینو اشاره کردم، سال 1972 که در همین آلمان تیم المپیاد اسرائیلی توسط گروه فلسطینی سپتامبر سیاه گروگان گرفته شدن و در جریان آزادیشون همه کشته شدن، هم تروریست‌ها کشته شدن هم اسرائیلی‌ها، اسرائیل 20 نفر از طراحین این ترور رو در سراسر جهان پیدا کرد و کشت. آقای خالد مشعل، همین رهبر فعلی حماس، در 15 سال قبل در عمان پایتخت اردن مأموران حماس با سم مسمومش کردند، در حال مرگ بود. از اونجایی که رابطه اردن با اسرائیل خیلی خوب بود، پادشاه اردن موقع اعتراض کرد با این کار موساد، موساد رو مجبور کرد که یک ماده ضد سم پیدا کنه، یا داشت این ماده ضد سم، و حاضر شد به خالد مشعل بده که از مرگ نجات پیدا کنه. یا اون داستان معروفی که در دبی اتفاق افتاد که یکی از سران حماس به نام خالد محمود المبهو با به توسط به اصطلاح کماندوی اسرائیلی در یکی از هتل‌های مجلل دبی کشته شدند، و این خیلی چیز شد، برای همه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های جهان هم افشا شد این داستان، چون دوربین‌های اون هتل معروف این عکس اینها رو گرفته بودند. بنابراین در این که موساد دست به این کار خواهد زد شکی درش نیست. آقای جورج مول برونو، خبرنگار معروف روزنامه فیگارو که یک آدم مهمیه، میگه که قطری ها به من گفتن که اسرائیلی ها به ما قول دادند که در لوحه، و همونطور که شما گفتید آقای گالانت، که لازم نیست که ما در لوحه انجام بدیم، ما در بیروت میتونیم بکنیم، در ترکیه میتونیم این کارو بکنیم، و در قاهره هم، قاهره حالا یه مقدار مشکله، ولی آقای گالان گفته رهبران حماس در خارج از کشور در سراسر جهان حضور دارن و ما میتونیم به این دست بزنیم. و جمله آخر این که آقای کوهن، رئیس سابق موساد، گفت حتی ما باید به سراغ ایرانی ها هم بریم. سپاسگزارم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما.